ملت ایران برخیزد و بگوید آنجا که دیکتاتورها صدای مردم را نمی‌شنوند و به خواست مشروعشان بی‌توجهند، ملت‌ها اینگونه صدای خود را به گوش مسئولان می‌رسانند. همین امروز دومینیک دوویلپن جناب پیمایی نخست وزیر پیشین فرانسه که دیپلماتی ورزیده و رکگوست در باشگاه مطبوعات فرانسه گفت تغییرات در ایران اجتناب ناپذیر است. دیگر نمیتوان خواست جوانان ایران را نادیده گرفت. وی افزود ما باید مشوق آزادی در جهان باشیم. سیاست تنها سخن گفتن با دولت ها نیست، بلکه شنیدن صدای حق طلبانه ملت هاست. و در آمریکا نیز آقای باراک اوباما به شدت مورد انتقاد سناتورها و نمایندگان پرنفوذ کنگره قرار گرفت که چرا در آن زمان که میلیون ها ایرانی با متانت و آرامی به خیابان ها آمدند و رأی گمشده خود را طلب کردند، آقای اوباما از این حرکت ها حمایت نکرد و سکوت پیش ساخت. سناتور مکین با آقای اوباما گفت باید در آن هنگام شما همان سیاستی را به کار می گرفتید که آقای رونالد ریگان در مورد کشورهای تحت سلطه اتحاد جماهیر شوروی به کار برد و نه تنها زمینه آزادی این کشورها را فراهم ساخت، بلکه اتحاد جماهیر شوروی ابرقدرت آن دوران نیز از درون فرو ریخت و دیوار آهنینی که دیکتاتورهای کرملین نشین دور کشورشان کشیده بودند در چشم هم زدنی فرو ریخت. و روز 25 بهمن تحت تأثیر رویدادهای مصر و تونس و دیگر کشورهای منطقه نقطه عطفی در حرکت انقلابی کشور ما شد و همانطور که باز خواست کنگره همبستگی نیز جز این نیست، یعنی فروپاشی کل نظام جمهوری اسلامی، محور اصلی شعارها علیه رهبر جمهوری اسلامی بود که در خباثت و دناعت و قساوت و دیکتاتوری میبینیم روی صدام حسین ها میلوزویچ ها را سفید کرده است. و با کمی انصاف میتوانیم بگوییم که مبارک و زینعلی هرگز با این آقای خامنه ای قابل مقایسه نیستند. وحشت رژیم باید در پاسخ جنابالی بگویم که از این جنبش مردمی و حرکت‌های ملی تا بدان حد است که می‌بینیم دست به شهید دزدی می‌زند. جوان کرد غیوری که به خاطر آرمان‌های خود کشته شد بسیجی خوانده می‌شود، همکلاسی‌های او را در دانشگاه زندانی می‌کنند تا در مراسم تدفین او حضور نیابند. و در مجلس شورای اسلامی میبینیم نمایندگانی که باید حافظ منافع ملت باشند مانند اراذل و اوباش خواهان مرگ بعضی از سران جنبش میشوند. بدون تردید این رژیم قابل اصلاح و دوام نیست و همانطور که کنگره همبستگی نیست بر سقوط کل نظام پای میفشارد و شاهزاده رضا پهلوی نیز در این مسیر با بیانی صاف و شفاف خواست ملت ایران برای تغییر و استقرار دموکراسی در ایران را مورد تایید قرار داده است، همه تلاش‌ها در داخل و خارج کشور باید در مسیر براندازی نظام و استقرار یک رژیم سکولار در ایران باشد و باید این کنگره و دیگر ایرانیان از سیاستگزاران جهانی قاطعانه بخواهند که از رستاخیز ملت ایران برای براندازی و تغییر کل رژیم پشتیبانی سیاسی و معنوی به آورند. و خلاصه باید به عرضتان برسانم که دوران فروپاشی دیکتاتورها فرا رسیده است. علی خامنه ای به خاطر 20 و اندی سال پشت کردن به خواستهای مشروع ملت ایران و با تکیه بر نیروهای سرکوب
اکثر روندگان راه آزادی را به زنجیر کشیده، انتخاباتی پر از تقلب و فساد را عجولانه تأیید کرده. در اولین نماز جمعه پس از انتخابات دیدیم مردم معترض را جناب پیمایی مورد تهدید قرار داد که اگر دست از اعتراض مشروع خود نکشند خونشان به گردن خودشان است. او از مردی حمایت کرد که با دروغ و ریا بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده و ملت بزرگ ایران را نه تنها خس و خاشاک خوانده، بلکه کشور ما را به قهقرا برده و ما با آن همه درآمدهای کلان نفتی ورشکسته شده ایم. بیکاری به اوج خودش رسیده است. جوانان ما آنچنان ناامید و سرخورده شدند که حتی رژیم دیگر قادر به فرستادن تیم‌های ورزشی به کشورهای خارج نیست. زیرا پس از رویدادهای اخیر می‌بینیم که اکثر ورزشکاران به خارج سفر می‌کنند، دیگر حاضر به بازگشت به وطنشان نیستند. و یک روحانی نشسته در نجف می‌گوید ما از این رویدادهای عصب‌بار و حمله به بیت روحانیون نفرت داریم و آنچه آقایان با رنگ اسلامی می کنند تأسف می خوریم. این روحانی از جانب مدرسین حوزه قم و نجف می گوید اعتراضاتی که علیه آقایان رفسنجانی و کروبی و حملاتی که در مجلس درس آیت الله وحید صورت گرفته همه بدیم خاطر است که آقای وحید قبول نکرد آقای خامنه‌ای در قم به دیدارش برود. او گفت کسی که دستش به خون جوانان ایران آلوده است نمیتواند ادعای رهبری داشته باشد. او باید از محضر ملت ایران عذرخواهی کند، اعلان رسمی بکند که مرجعیت ندارد و تمام زندانیان سیاسی را باید آزاد کند. او گفت آیا می شود پشت سر کسی که به دروغ به مردم تهمت می زند و همه جنایات رویداد در مملکت مسئولش خود اوست او را به مرجعیت پذیرفت و پشت سرش نماز خواند؟ او کسی است که برای رسیدن به اهداف شومش به هر کاری دست میزند و برای ماندن و حکومت کردن از هیچ کار خلافی ابا ندارد. آیت الله وحید میافزاید دیدار من با خامنه ای یعنی شریک شدن در همه این جنایات است. این مسائل را جناب پیمایی وقتی کنار هم بگذاریم، با نفرتی که مردم از رژیم دارند، با بیکاری، با فساد، فحشایی که در ایران هست، با گرانی و تورم، من عمر چندانی به